حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید بیننده عزیز، از کجا زنگ میزنید؟ من مصطفی هستم از عراق. آقا مصطفی از عراق، بفرمایید برادر عزیز. اول از هر چیز خواستم تشکر کنم از شما. سلامت باشید. خودم رو مدیون شما میدونم. الله متعالی سبحانه. باعث شدید بنده من حدود 10 سال پیش توسط یکی از دوستان عزیزم موحد شدم. الله اکبر. و بعد این 10 سال متاسفانه دور شدم دوباره از این راه. وقتی با شبکه شما آشنا شدم و شما لطف کردید و دوباره من رو هدایت کردید، الله حافظ، خداوند انشاءالله شما راضی باشه. برادر عزیز، هدایت به دست الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی میفرماید انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. این الله سبحانه و تعالی است که هدایت میکنه. بله، من الان خیلی خوشحال هستم دارم با شما حرف میزنم. اگه صدام لرزشی داره این از خوشحالی صدای شما رو میشنوم. الله متعالی حفظتون کنه. برادر عزیز، اگر که در مورد این اولین جرقه‌ای که سبب شد شما این خرافات رو ترک بکنید بیشتر صحبت بکنید تا تجربه‌ای باشه برای شیعیان عزیزی که در جستجوی حق هستند. بله، خدمت شما عرض شد که ما خودمون موقع با دوستامون های انصاری به صحرا می‌رفتیم شب و روز و امام زمانی رو صدا می‌زدیم که بیاد ما رو ببینه. شب و روز چند روز به کوه می‌رفتیم و اونجا این موجود خیالی رو صدا می‌زدیم، ولی متاسفانه حرفی نمی‌شنیدیم از ایشون، اصلا نشانه‌ای نمی‌دیدیم. و بعد تصمیم گرفتیم و پیش خودمون فکر کردیم که شاید ما از خدا دوریم و قرآن رو نمی‌خونیم، که امام زمان نمیاد پیش ما، ما رو نمی‌بینه. برای همین تصمیم گرفتیم که قرآن رو بیشتر بخونیم. وقتی با قرآن آشنا شدیم و آیات قرآن رو خوندیم، فهمیدیم که اصلا این دینی که این آخوندها به ما یاد دادن این دین نیست و دین اصلی یعنی دینی دور از شرک، دور از این خرافاتی که اینها به ما نشان دادن. و از این به بعد فهمیدیم که باید فقط خدا رو به جای یگانگی یاد کنیم. درست. آقا مصطفی عزیز، بله، آقا مصطفی عزیز، روز جمعه گذشته در شبکه ولایت شخص مجهول الهویه به نام علی شریفی برنامه گذاشته بود و میگفت که اینایی که میان ادعا میکنن که موحد شدن، مذهب خرافی شیعه رو ترک کردن، دروغ میگن، اینا حرفا دروغه. جواب شما به این آخوندزاده چیه؟ مثلا میگم آقای شریفی، شما خودت که در دروغگویی نفر اول هستی، شما اگه مرد هستی میایی و دروغهای استادت رو اول اینجا فاش میکنی. و این کلیپ ها رو جواب میدی، همین کلیپ ها که خودش باعث شده خیلی ها به شما و به مذهب خرافیتون شک کنن، زیاد اونها رو برطرف کنی. من خودم به شخص چندین نفر رو دیدم که موحد شدن. من خودم توسط دوستانم، توسط برادر عزیزم موحد شدن. اونها که دیگه خیالی نیستن. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. من همینجا میگم شما فقط یک کلیپ رو از دروغ‌های آقای بزمینی رو شما جواب بدید. اگر جواب دادید اون وقت خب با شما، ولی متاسفانه نمیتونید، چون شما میتونید چیزهای دیگر رو تحریف کنید، ولی آیات قرآن و معجزه بزرگ پیامبر ما رو نمیتونید که تحریف کنید. برای همین هم هست که از اونها در میرید. درست، درست.
من تشکر می کنم آقا مصطفی عزیز و برای شما سعادت دنیا و آخرت آرزو می کنم. بفرمایید در خدمت شما هستم. خیلی من فقط خواستم از برادرم اینه که قرآن رو بخونن. فقط قرآن رو بخونن تا حقیقت رو دریابن. سوره زمر رو بخونن. من واقعا اون موقعی که تازه موحد شده بودم وقتی سوره زمر رو می‌خوندم فهمیدم که اسلام یعنی چی، فهمیدم که خداوند برای من کافی، فهمیدم که عشق خداوند، دوستی خداوند باید در قلب من باشه و خداوند اینجا هیچ عذری رو از من پذیرا نیست. و به برادرانی مثل آقا محمد که زنگ میزنن اینجا و سعی میکنن که مثلا صحابه بزرگوار مثل حضرت عمر رو زیر سوال ببرن، ازشون بخوام اینها وقتی قرآن یک چیز رو برای ما ثابت کرده، ما دیگه نباید دلیلی بیاریم از هیچ کتابی، چه اهل سنت چه اهل تشیع، که بخوایم شخصیت ایشون رو رد کنیم. وقتی خداوند در قرآن میفرمایند که از ایشان راضی هستند و به آنها وعده بهشت رو دادن، دیگر هیچ کتابی حتی صحیح‌ترین کتاب هم نمیتونه قرآن رو رد کنه. شما اینجا میخواهید به وسیله اون کتاب ها حرف خداوند رو رد کنید. خداوند در اونجا به حضرت عمر به صحابه پیامبر وعده بهشت داده، آنها را نیکوکار معرفی کرد. برای همین میخواستم بگم دلیل اصلی قرآن هست و وقتی قرآن یک چیز رو ثابت کرده ما دیگه حق نداریم و نمیتونیم چیز دیگه بیاریم بر دلیل اینکه آیات قرآن رو رد کنیم. این خودش کفر هست. من دیگه مزاحمتون نمیشم. تشکر. وقتتون رو هم گرفتم. خیلی خوشحال شدم که دست شما شنیدم. تشکر آقا مصطفی عزیز. الله متعال شما رو حفظ بکنه. خدا خیلی ممنون شما. والا خداوند دوباره به من توفیق بده که بتونم با شما صحبت کنم و صدای شما رو بشنوم. خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. بارک الله فیکم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. خدا حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا، ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا.